به نام یاد خدا و تقدیم سلام خدمت بینندگان عزیز چینل رنگارنگ. خدا کند جور و صحتمند باشید. خبر فوری: اجمل فائز رسمن بجای عبدالرقیب مبارز به عنوان فرمانده پلیس بلخ گماشته شد. خوشمندیم تا پایین ویدیو با ما باشید و چینل رنگارنگ را سابسکرایب نموده زنگ آگهی را فشار دهید. سامنوال اجمل فائز به عنوان فرمانده جدید پلیس بلخ امروز رسمن به کارش آغاز کرد. گفته می شود آقای فائز بر اساس توافق عطا محمد نور و حکومت معرفی شده است. این در حالی است که یک ماه پیش عبدالرقیب مبارز با وجود تنش‌ها به عنوان فرمانده پلیس این ولایت معرفی شده بود. آقای فائز پیش از این به حیث فرمانده قطعات خاص 222، 333، 444 پلیس و فرمانده قرارگاه وزارت داخله کار کرده است. آقای فائز در دوره مقاومت در جبهات نهرین در بغلان نیز می رزمید. قرار است در روزهای آینده شماری از مقام‌های پلیس بلخ نیز برکنار شوند. امروز نیز فرمانده شاهراه، مدیر لوجستیک، مدیر استخبارات، مدیر مخابره و مدیر بیژند پلیس بلخ از سوی وزارت داخله برکنار شده اند. فرمانده جدید پلیس بلخ امروز شنبه 24 حمل رسما از سوی نعمت الله حیدری پیژنوال وزارت داخله معرفی و آغاز به کار کرد. این در حالی است که نزدیک به یک ماه پیش عبدالرقیب مبارز به حیث فرمانده پلیس بلخ گماشته شده بود و این کار باعث ایجاد تنش و درگیری ها میان حکومت و افراد وابسته به عطا محمد نور والی پیشین بلخ شده بود. حال سامنوال اجمل فائز که پیش از این به سمت فرماندهی قرارگاه وزارت امور داخله ایفای وظیفه میکرد به کرسی فرماندهی پلیس ولایت تکیه زده است. نعمت الله حیدری پیژنوال وزارت امور داخله در مراسم معرفی آقای فائز گفت: نظر به لزوم دید وزارت امور داخله، عبدالرقیب مبارز فرمانده پیشین پلیس بلخ به جای دیگر تبدیل شده است. آقای حیدری افزود: سامنوال اجمل فائز از فرماندهان جسور، پاکنفس، دلیر است و هیچگاه به دشمنان وطن رای سازش را نخواهد داد. به گفته او، آقای اجمل فائز مدتی در قرارگاه وزارت داخله ایفای وظیفه نموده است. وی به نمایندگی از وزارت امور داخله تقرار سامنوال اجمل فائز را تبریک گفت و از مردم بلخ خواست تا در تمامی امورات با آقای فائز همکاری نمایند. همچنین رهگذر والی بلخ ضمن عرض تبریکی گفت: تغییر و تبدیل در دولت یک اصل است. از سوی هم پلیس تطبیق کننده قانون و تامین کننده امنیت مردم می باشد. وی از مردم بلخ خواست تا با آقای فائز فرمانده جدید پلیس بلخ همکاری داشته باشند. آقای رهگذر اضافه کرد: آقای فائز اگر در چوکات قانون و با شجاعت پیش برود من حمایتش میکنم. وی از آقای فائز خواست تا در برابر اختطافچیان، قاتلان، زورگویان و اشخاصی که امنیت ولسوالی های ولایت بلخ را برهم میزنند مردانه ایستادگی نماید. والی بلخ از تلاش های وزیر داخله و دفاع سپاسگزاری کرده گفت: مشکلاتی که در معرفی رقیب مبارز پیش آمده بود حل شد. او در ادامه گفت: هر کسی که می خواهد اوضاع امنیتی شهر را برهم بزند، اگر برادر من هم باشد در مقابلش استادگی صورت می گیرد. همچنین اجمل فائز فرمانده جدید پلیس بلخ از اعتماد رهبری وزارت داخله سپاسگزاری کرده و به مردم بلخ اطمینان داد که برنامه های خوبی را برای تأمین امنیت این ولایت روی دست خواهد گرفت و به زودترین فرصت عملی خواهد کرد. آقای فائز با اشاره به نمایندگان مردم در شورای ملی و شورای ولایتی گفت: از سفارش هایی که باعث اخلال امنیت می گردد جدا خودداری نمایند. به گفته وی، با آن عده از پلیس که با مجرمان همدست هستند جدی برخورد خواهد کرد. وی به افراد شورشگر، مسلحین غیر مسئول و مافیای مواد مخدر هشدار داد و گفت: برای نابودی چنین افراد
از هر گزینه کار خواهد گرفته شد. دیگر برای اینها در بلخ جای پای نخواهد بود و به زودترین فرصت پلیس به دنبال آنان خواهد رفت و آنها را به پنجه قانون خواهد سپرد. دوستان عزیز، بسیار سپاس از توجهتان. برای جزئیات بیشتر و ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. تا ویدیو و مطلب بعدی، خدا نگهدارتان.